تاریخ افغانستان شاهد فصل‌هایی از خشونت‌ها و جنایت‌ها بوده است. تقریباً تمام آنها توسط رهبران قومی انجام شده‌اند. این خشونت‌ها که گاهی به جنگ‌های قومی و نسل‌کشی منجر شده‌اند، بر پیکره این کشور و مردمانش زخم‌های عمیقی بر جای گذاشته‌اند. این رویدادهای تلخ بخش از تاریخ افغانستان را تشکیل می‌دهند و نشان دهنده چالش‌هایی هستند که این کشور در راه دستیابی به صلح و ثبات داخلی با آنها روبرو بوده است. امید همه در افغانستان این بوده است که با گذشت زمان و تلاش‌های مستمر برای درک و پذیرش تنوع فرهنگی و قومی، افغانستان بتواند به جامعه متحد و صلح‌آمیز تبدیل شود که در آن همه اقوام با احترام متقابل و برابر زندگی کنند. اما متاسفانه هر از گاهی تعدادی با مفکوره‌های قومی و برداشت‌های غلط از دین در صحنه ظاهر شده و امید ساکنان این سرزمین را ناامید کردند. افغانستان کشور با تنوع قومی غنی در طول تاریخ خود شاهد تنش‌ها و درگیری‌های قومی بوده است. این درگیری‌ها بسیاری اوقات به خشونت‌های شدید انجامیده که صدها هزار کشته، میلیون‌ها آواره و ویرانی شهرهای بزرگ و زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در پی داشته است. بسیاری از آنها نه توسط بیگانگان، نه توسط کشورهای همسایه و منطقه، بلکه توسط همین مردم و رهبران قومی و مذهبی افغانستان انجام شده اند. برای بازگویی جنایت‌های بیشمار در افغانستان میتوان به دوران حکومت عبدالرحمن خان، جنگ‌های احزاب و گروه‌های قومی اشاره کرد که منجر به کشتار و قتل عام مردم شده و باعث ویرانی و خرابی کشور گردیده است. یکی از کسانی که دستش به خون ده‌ها بلکه صدها هزار نفر آلوده است و هنوز هم بسیاری از مردم از صدای راکت پرانی‌ها و گلوله باری‌های او رنج می‌برند و اون روزها را هنوز بر یاد دارند، گلبدین حکمتیار است که راست قامت و بدون هیچ شرم و عذاب وجدان در پیش چشمان مردم رنج دیده راه می‌رود و هیچ دست عدالت نیست که او را در میز محاکمه بکشاند. با سلام بر شما، این کانال بازگو است و ما در صدد بازگویی جنایت‌های تاریخی در افغانستان هستیم و به همین منظور موضوع ویدیوی حاضر را به بازگویی جنایت‌های جناب حکمتیار اختصاص داده ایم. امیدوارم مورد توجهتان قرار گرفته و برایتان مفید باشد و امیدوارم کانال ما را سابسکرایب کنید و همچنین ما را از حمایت‌های بی‌دریغتان توسط لایک و کامنت فراموش نفرمایید. گلبدین حکمتیار در پنجم سرطان سال 1326 برابر با 1947 میلادی در ولسوالی امام صاحب از ولایت قندوز در خانواده پشتون از قبیله غلجایی به دنیا آمد. او برای دوره کوتاه رشته مهندسی را در دانشگاه کابل تعقیب نمود، ولی قبل از تکمیل تحصیل به اثر فعالیت‌های سیاسی از آنجا اخراج گردید. با این وجود هواداران وی به او انجینیر حکمتیار می‌گویند. در سال 1971 به جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی پیوست، اما در سال 1975 از آن جدا شده و حزب اسلامی افغانستان را پایه گذاشت. پس از کودتای ثور با کمک‌های مالی سیاه و سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به یکی از اصلی‌ترین نیروهای ضد شوروی تبدیل شد. وی در کشتار و ترور چپی‌ها، ناسیونالیست‌ها و مخالفانش در پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای جهان دست داشت. حکمتیار گروهش را حزب اسلامی نامید. این حزب 70% کمک جهانی که به خاطر جهاد علیه ارتش سرخ در افغانستان جمع می شد را جذب می کرد. اما اکثر آن کمک ها را نه در جنگ در مقابل نیروهای متجاوز شوروی، بلکه در جنگ های داخلی با رقیبانش به مصرف رسانید. حکمتیار همچنین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عامل ترور خبرنگاران و روشنفکران و کسانی هست که از او انتقاد می کردن. در حزب وی اعراب که بعداً در شبکه القاعده جا گرفتن نیز شامل بودند. شعار حکمتیار جهاد علیه نیروهای متجاوز خارجی بود، اما در عمل او مهره بیش نبود و طبق نقشه های آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی فعالیت های جهادی اش را در افغانستان تنظیم می کرد. در بهار سال 1989 هیچ نشانه از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان وجود نداشت. از این رو حامیان آمریکایی و پاکستانی گروه های مجاهدین
نقشه را ضد دولت طرح کردند که توسط سفیر ایالات متحده در پاکستان و نخست وزیر وقت پاکستان بی‌نظیر بوتو برای تصرف جلال آباد برنامه ریزی شد. طرف های آمریکایی و پاکستانی هر دو یک پیروزی معمولی را آرزومند بودند. آمریکایی ها می‌خواستند که مارکسیست ها را تحقیر کرده و آنها را از افغانستان اخراج کنند. در نتیجه انتقام سقوط ویتنام جنوبی را بگیرند. پاکستان از آن سو خواهان گرفتن انتقام از اتحاد جماهیر شوروی به دلیل حمایت از رقیب منطقه‌ای سابقش هند بود. در پی این جنگ ها که به جنگ جلال آباد مشهور است، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تنظیم دعوت اسلامی سیاف همراه با حدود 10,000 عرب به شهر جلال آباد حمله و فرودگاه آن را تسخیر کردند. نیروهای دولت مرکزی با حمله به جلال آباد شکست سخت به آنها دادند و نیروهای ائتلاف حکمتیار بعد از دادن 10,000 کشته به کوه ها متواری شدند. این بزرگترین شکستی بوده که در یک جنگ در افغانستان رخ داده است. در طول این جنگ ها حدود 3,000 نفر از افراد مجاهدین کشته شدند. همچنین بین 12,000 تا 15,000 غیر نظامی کشته شده و بیش از 10,000 نفر افغانستان را در این زمان ترک کردند. در سال 1991 در کودتای در همکاری با گروه های خلقی ها تحت رهبری شهنواز تنی وزیر دفاع وقت و محمد گلابزوی علیه حکومت دکتر نجیب دست داشت ولی ناکام گردید. در مدت جنگ های داخلی وی از طرف عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحده کمک می شد و بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان کمک های خارجی نیز قطع شد. بعد از خروج ارتش سرخ از افغانستان و سقوط دولت کمونیستی، حکمتیار باز هم آرام ننشست. این بار با مجاهدینی که سالهای طولانی با نیروهای متجاوز شوروی و حکومت دست نشانده‌اش جنگیده بودند، سر ناسازگاری و جنگ را در پیش گرفت. او دلیل مخالفتش با حکومت مجاهدین را موجودیت نیروهای کمونیستی عبدالرشید دوستم بیان می‌نمود. اما بعداً با دوستم و حزب وحدت شورای هماهنگی را به وجود آورد و دست به کودتای علیه حکومت وقت زد. این کودتا به شکست انجامید و غیر نظامیان زیادی در آن کشته شدند و در پی آن قسمت‌های زیاد از شهرهای کابل و ایران شد. او یکی از مهمترین افراد در شروع و دوام جنگ‌های داخلی به شمار می‌آید. وی شهر کابل را مستقیماً به صورت علنی مورد بمباران قرار داد که باعث شروع دوره جدیدی از جنگ‌های داخلی در افغانستان در سال‌های 1992 تا 1996 شد. در طول این جنگ شهرهای کابل، هرات، مزار شریف و قندهار گرفتار بیشترین میزان خشونت، تلفات و ویرانی ها نسبت به شهرهای دیگر شدند و تنها در شهر کابل بیش از 50,000 و بنابر یک گزارش دیگر 70,000 غیر نظامی کشته شده و موج عظیمی از مهاجرت ها از افغانستان به خصوص از شهر کابل آغاز شد. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی متهم به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان در این جنگ شده است. با گزارش این گروه ها، حکمتیار مسئول برخی از فجایع جنگ از جمله مشکفرانی ماه آگست سال 1992 است. همچنین بر اساس گزارش کمیته بین المللی سرب سرخ، حکمتیار به صورت مستقیم مسئول کشتار حداقل 1,800 تن و زخمی کردن بیش از 8,000 غیر نظامی است. نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر نیز او را به نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیر زمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت آمیز به سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزش و بهداشت برای زنان افغان در اردوگاه‌های پناهندگان در پاکستان متهم می‌کند. حکمتیار پس از اشغال کابل توسط طالبان با برهان الدین ربانی به سمت شمال رفت و در آنجا راهی ایران شد و در تهران ساکن شد. اگرچه پس از سقوط طالبان و خروج از ایران علیه این کشور موضع گرفت، نمونه از موضع گیری های او علیه ایران بیانیه است که در سایت آژانس اسلامی افغانستان در تیر ماه 1394 منتشر شده و در آن ایران را بدمیدن در آتش جنگ های فرقه‌ای و درگیری ها متهم کرده است. ایران رسما اعلام کرده بود که حکمتیار را بنا به درخواست افغانستان و چند کشور غربی پذیرفته است. وی پس از سقوط طالبان و تشکیل دولت انتقالی افغانستان با حمایت آمریکا و کشورهای غربی از این حکومت و عملیات نظامی آمریکا انتقاد می نمود
و جز یکی از نیروهای مخالف بود و همچنان به چندین حمله انتحاری و کشتار غیر نظامیان در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر دست داشت. در 22 سپتامبر 2016 حزب اسلامی با دولت اشرف غنی پیمان صلح امضا کرد و بنا بر بخشی از پیمان نامه حکمتیار بخشیده شده و پس از حدود 20 سال به افغانستان بازگشت. زندانیان سیاسی حزب آزاد شدند و حزب اسلامی متعهد شد از افراطیان فاصله گرفته با قانون اساسی افغانستان وفادار بماند و علیه حکومت مرکزی اقدام نکند. در 3 فوریه 2017 تحریم های بین المللی علیه حکمتیار رفع شد. او پس از سالها زندگی در خفا در یک نشست عمومی در ولایت لغمان حاضر شد و برای ترویج صلح در افغانستان سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی رسانه ها را لعین خطاب کرد و در سخنرانی دومش برخی از رسانه ها را شریر دانسته و تأکید ورزید که باید جلوی این رسانه ها گرفته شود. معاون اول و دوم رئیس جمهوری افغانستان به استقبال او به شهر جلال آباد در شرق کشور رفتند. سرور دانش با شماری از مقام های ارشد دولتی از جمله حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری در مراسم استقبال از حکمتیار حضور یافته و سخنرانی کرد. او بلندپایه‌ترین مقام دولتی است که پس از حضور علنی حکمتیار در میان مردم با او دیدار می کند و رسماً با او خوش آمد می گوید. دانش در سخنرانی خود احترام به آرای مردم، تنوع قومی جامعه و مشارکت اقوام در ساختارهای دولتی و آزادی بیان را به عنوان اصول اساسی نظام سیاسی کشور یادآوری کرد. پذیرش قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن از شرایط بنیادی مذاکره با حزب اسلامی بوده است و آنها در توافقنامه آشتی با دولت رسماً آن را پذیرفتند. حکمتیار در سخنرانی خود تأکید کرد که تسلیم نشده بلکه برای نجات مردم با دولت آشتی کرده است. او همچنین گفت که او از خارج وارد کشور نشده بلکه از کوه‌ها به شهر آمده است. او افزود که برای وارد شدن به دولت تصمیمی نگرفته است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان از آشتی دولت با گلبدین حکمتیار استقبال کرده، اما نسبت به مسائل مربوط به عدالت انتقالی و حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. در 25 ماه می 2017 این دفتر اعلام کرد که درخواست رسیدگی به اتهامات حقوق بشری حکمتیار را دریافت کرده است. با سپاس از توجهتان که تا این لحظه ما را همراهی کردید.